جایی که گفتگوی امام ششم با رب الارباب در اینجا کمیت هر عقلی لنگ. اون چه بهتاوره این جمله هاست، ورهم اون ورهمی که اون میگوید میدونید چی میگه؟ رحمتی که او از ارحم الراحمین میخواد، قرآن رو بخوانید و رحمت ربک خیر مما یجمعون، این رحمت رو چنین مترحمی از چنون ارحم الراحمینی طلب میکنه، برای کی؟ ورهم تلکل اعیون التي جرت دموعها رحمتا لنا، اون چشمهایی که اشکهای اون چشمها برای ترحم بر ما جاری شده. اصلا من عاجزم از بیان. جرت دموعها رحمتن لنا، رحمتن لنا خیلی حرف داره، یعنی اون عشقایی که می ریزد از این چشمها برای ترحم بر اون پهلوی شکسته، بر اون محسن سخت شده، بر اون فرق شکافته، بر اون گلوی تیر خورده. جرت دموعها رحمت لنا، ورهم تلک القلوب رحمتت را بفرست بر اون قلب ها. اما چه قلب هایی؟ تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا، دلهایی که جزع کرده، اون دلها برای ما آتش گرفته. مصیبت اینه. این کلام کیه؟ فکر کنید، احترقت لنا. آیا چه شده؟ چه اتفاق افتاده؟ این عزاداری ها خیال نکنید چیزیه. احترقت لنا، دنیا بسوزد هنوز کمه. میدانی چه شده؟ وای بر اون کسانی که در این شاعر خدشه کنن. بیدار باشید مردم ایران، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینی گرات سوز کند، کمر خاتم النبیین رو میشکنه.
این عداداری ها، این سینه‌زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیچه که نیست. این کلام کیه؟ ورهم سخت اللتی کانت لنا، ورهم سرخت اللتی کانت لنا، این بی سواد هایی که غلط می کنن می گوین آهسته گریه کنید. امام ششم رئیس مذهب حدیث، این حدیث فقیهیه، فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه بشه. اینه فقیه. فقاهت اینه. آهسته گریه کن. این غلط ها چیه؟ سیهه. سیهه یعنی چه؟ سیهه عبارت از شیون. سرخه چیه؟ سیهه شدید سرخه است. امام ششم میگوید خدایا ترحم کن بر اون شیونهایی که بر ادای ما از این مردم سر میزنه. ورهم سرخت اللتی کانت لنا، اللهم انی استودعک، بار الها من به تو به امانت میسپرم. دیگه قوغایی از بحث اینجا. محقق ناینی، همون فهلیه، اون فهل کسیه که افتخار فقها بزرگ اینه که دقائق لباس مشکوک او رو بفهمن. چنین فهلی میگوید سینه زدن، زنجیر زدن برای سید الشهدا، حتی اگر خون جاری بشه جایزه، جواز. در اینجا جواز به معنای اباحه نیست. شماها که اهل فقهی، این فتوا فتوای چه فهلیه؟ بعد که این فتوا رو صادر میکنه اعظم مذهب، اکابر دین مثل سید محسن حکیم با اون مستمسکش ذیل این فتوا می نویسد فتوای شیخ ما بالاتر از اینه که محتاج به امضای مثل منی باشه. مثل فقیه شاهرودی میگه حقون فی کمال تحقیق،
مثل تمام اعاظم تا برسه به اونها که اینجا خوابیدن استوانه فقاهتن. این حائریه که فتواش اینه، اون بروجردیه که از او استفتا میکنن که در شهر ما از این زریها میسازن، بعد روز عاشورا پرده ها روش میاندازن، به صورت علم بیرون میارن. این فقیه میگوید در هر شهری به اون جور که رسم عزاداریه باید اجرا بشه. این در فقها مذهب، اون هم کسی که تمام مباحث اضرار به نفس را به دقت رسیدگی کرده، همه احادیث را سندن دلالتن دیده، تمام عناوین ثانویه و اولیه را تک کرده، تمام مباحث لازرر را پشت سر انداخته، بعد میگوید در این راه این اندازه ضرر هیچ اشکال نداره. مردم باید روز عاشورا فقط چشمشون را بدوزن به کربلا. کجا؟ اونجا که فحل الفحول، یعنی میرزای شیرازی، میرزای دوم، همون کسی که صدها مثل بلاغی افتخار این دارن که کوچکترین شاگرد اوین، یک همچه کسی روز عاشورا سر برهنه پا برهنه در دسته توبیرج سینه میزنه. این فقیه، این سند امته. عاشورا چشمتون به او، فاطمیه گوشتون به کی؟ به اون کس که مثل مرحوم آیت الله میلانی، آیت الله خویی، این دو افتخار میکنن که زخور خان شاگردی اویند. گوشتون به حرف او باشه. او چی میگه؟ میگه و هل اتا که خبر المسماری، و هل اتا که خبر المسماری صدرها خزینت اسراری. مملکت باید عاشورا روز سوم جمادی الثانیه همه حیات سینه‌زنها زنجیرزنها بیرون بیاین، برای اون کسی زنجیر بزنن که علی ابن ابی طالب اون را مرد عالم وجود، قطب دایره امکان، وقتی سر قبرش آمد گفت نفسی علی ظفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع ظفراتی.